مردم در یک کمپ ماجرین در شمال باریکه غزه مصروف جمع‌آوری آب از لوله‌های زیرزمین هستند و می‌کوشند تا هر قطره آب را جمع‌آوری کنند، چرا که آب با ادامه جنگ اسرائیل در منطقه هر روز کمیاب‌تر می‌شود. یک باشنده یک کمپ جبلیه با اسوشیتد پرس گفت که چگونه آنها چند محل را برای آب حفر می‌کنند. ما از اینجا هر 15 روز یک بار آب میگیریم و آن را برای حمام کردن و غذا پختن استفاده میکنیم. برای غذا پختن این آب را روی آتش میجوشانیم چون گاز نداریم. شدت جریان آب در اینجا ضعیف است. آب آلوده است و کودکان ما به دلیل آلودگی آب مریض شدند. در میان آب ریگ وجود دارد چون ما باید زمین را برای گرفتن آب حفر کنیم. اردوی اسرائیل دستور تخلیه شمال غزه را در اولین هفته های جنگ صادر کرد، ولی با آن هم ده ها هزار تن در اینجا باقی ماندند. شهر غزه تحت عملات شدید اسرائیل قرار دارد که اکثر مناطق این شهر را ویران کرده است. کاروان های امداد نیز برای رسیدن به شمال غزه با مشکلات مواجهند. تمام امدادی که به غزه می رسد باید از دو گذرگاه در جنوب این منطقه عبور کند. و کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم بزرگترین معضلات باشندگان این منطقه است. این آب همه ما را مریض کرده است. این آب غیر قابل نوشیدن است. چرا ما باید این آب را بنوشیم؟ و آنهایی که ما را میبینند چرا به این حالت ما بی‌اعتنا هستند؟ مگر ما انسان نیستیم؟ اگر یک سگ و پشک بمیرد دنیا برایش سوگواری میکند، ولی ما هزاران انسان را داریم که کشته میشوند و کسی کاری نمیکند. جنگ اسرائیل با حماس با حمله حماس در ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد و طبق تخمیم سازمان ملل متحد در این جنگ تا کنون 2.3 میلیون نفوس غزه بیجا شده است و بیش از یک سوم آن با خطر قحطی و گرسنگی مواجه است. دینا روزبه تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.